برای درک مفهوم شرط ها، برای مثال قبلی زمانی که ما کلیک میکردیم روی مربع در باز میشد و اگر یک بار دیگه من کلیک کنم برمیگرده رو حالت قبلی انیمیشن و در بسته میشه و دوباره باز بسته. ولی اگر بخوایم که فقط یک بار در باز بشه و نیازی به بسته شدن دیگه نداشته باشه باید چی کار بکنیم؟ اینجا از کاندیشن یا همون شرط ها استفاده میکنیم، البته با ترکیبی از متغیرها. ببینید هر آبجکتی توی حالا پروژه که دارید میتونه متغیر داشته باشه. چجوری میتونیم به یک متغیر آبجکت اتصال بدیم؟ به عنوان مثال این دری که اینجا وجود داره، من میخوام متغیر بهش اضافه کنم که همون وضعیت باز و بسته شدنش رو بهش الحاق بکنم. اگر اد کامپوننت رو بزنید و سرچ بکنید وریبل، اینجا لوکال وریبل برای شما پیشنهاد داده میشه که اینجا من یه گزینه رو میخوام اضافه بکنم، اسمشو میذارم open state، یعنی وضعیت باز و بسته شدن در رو میخوام توی حالا این متغیرش ذخیره بکنم. جنسش از چی باشه؟ جنسش از بولین باشه. بولین رو یعنی یا صفر یا یکی، یعنی یا خاموشه یا روشن، که به صورت پیش‌فرض این خاموشه و یعنی در بسته هست. زمانی که کلیک اتفاق افتاد میخوام متغیرش روشن بشه و شرط هم اینجا اعمال بکنم. پس اینجا چه کاری انجام میدم؟ توی اکشن یه بخش دیگر هم اضافه میکنم. توی اکشن ها اد اکشن وریبل رو انتخاب میکنم. اینجا اکشن های مختلفی توی وریبل داریم که اینجا چون ما جنس بولین استفاده کردیم، اینجا وریبل بول رو انتخاب میکنیم. میگه که چه چیز رو من چک کنم؟ متغیرهای سراسری، ما میگیم خیر. متغیرهای داخلی که مخصوص این در هست رو میاد اینجا چک میکنه. در رو بهش میدیم چون وریبل بهش اتصال داده باشیم، اینجا خود شناسایی میکنه اونه که بولین هستن. اوپن استیت رو انتخاب میکنم و ولیش رو ترو میکنه، یعنی دیگه روشن شد. و من برمیگردم به قسمت تریگر، میخوام قبل از اینکه اکشن اتفاق بیفته یک شرط رو اضافه بکنم. اینجا create condition رو میزنم، شرط قبلی رو از توی این لیست اینجا حذف میکنم و وارد قسمت شرط میشم. شرط ها معمولا یا if هستن یا else هستن، یعنی اگر این شد در غیر این صورت آن شود. حالا خلاصش این هست. بعد اینجا یک شرط رو من اضافه میکنم، add clause، یعنی یک شرط رو من اضافه میکنم. اینجا میتونید یه توضیحات براش بدیم، مثلا حالا هر جور که خودتون بهتر متوجه بشین، مثلا میزنیم check. بعد اینجا توی add condition یک شرط رو بهش اضافه میکنم، میخوام بر اساس متغیر بولینی که قبلا تعریفش رو کردم اتفاق بیفته. پس توی قسمت variable bool رو انتخاب میکنم، اینجا local variable رو انتخاب میکنم، میخوام متغیر این در فقط چک بشه. پس در رو بهش میدم، توی قسمت variable ها open state رو انتخاب میکنم. میخوام بگم که اگر خاموش بود اکشن انجام بشه. چه اکشنی؟ همون اکشن قبلا تعریف کرد، اینجوری درک میکنیم و بهش میدیم، به همین راحتی انجام میشه. در غیر این صورت چه اتفاقی بیفته؟ یه اکشن دیگه ایجاد میکنم و اینجا از اکشن اینجا میخوام یک صدایی رو پلی کنه، یعنی دیگه انگار اجازه ندارید مثلا این کار رو انجام بدید. اینجا این صدا رو مثلا من انتخاب میکنم. خب یک بار دیگه پلی میکنیم ببینیم چه اتفاق افتاده. من یک بار کلیک میکنم روی مربع نارنجی رنگ، در باز شد. یه بار دیگه اجازه نمیده. و به همین راحتی با شرط ها میتونم مدیریت کنم که چه اکشنی اجرا بشه یا نشه.